سلام مخاطبان عزیز، توی این فیلم یک سری از مطالبی که شاید به نظر شما میاد به هم مربوط نیست تحت عنوان کلی چرا حقیقت را نمیگویند آوردم. خواهش میکنم خیلی دقیق به این فیلم نگاه کنید. من روی متن جلو برم به نظرم مفید تره. این متن رو کنار لینک دانلود فیلم در صفحه بیان سایتم قرار میدم که شما بتونید مرور کنید. فرض کنید شما از کسی طلبکار هستید، یه قرضی دادید به کسی، مدت زمان مشخص کردید، رفتید طلبتون رو بگیرید. اون طرف نمیخواد طلبتون رو بده، احساس میکنید که همین انقدر که به شما تماس نگرفته موقع برگردوندن قرض مشخص هست که میخواد پس نده تا اندازه زیادی. شما میرید سراغش، از همه چی صحبت میکنه، انگار نه انگار که موضوع این که شما رفتید به قرض مربوطه. شما مطرح میکنید، اون گذر میزنه به این آخوندا که هست، هر چیزی رو یه روزهی برای کربلا رفت میدن مطرح میکنن، همه چی رو ماسمالی کنن. اینم یه حرفی میزنه مثلا درباره آب و هوایی یا درباره اینکه این موضوع توی کشور اتفاق افتاده، اصلا ربطی نداره، انگار نه انگار که شما برای چی رفتید. بعد باز اصرار میکنید، میگه داداش نمیدونم، میدونی که اوضاع چطوری هست، کساد بازار خابیده. خب برای همه هست. باز روشنتر میگید که آقا این نیاز دارم، قرض تو بده، چک دارم، حالا خودمم وضعیت مالیم خوب نیست. اون وقت میاد اینجا میگه که فکر میکنی نمیخوام بدم، باور کن میدم. حالا شما دوباره بیای اصرار کنی، هی تکرار میکنه. حقیقت اینه، اون داره و نمیده. البته من نمیخوام قضاوت کنم، اما واقعا اینطور نیست، مخصوصا اینایی که تو بازار هستن. بخوان دارن ماشین زیر پاشونو میتونن بفروشن قرض شما رو بدن یا نه. حالا چند تا بعدی ها ماشین دارن، خونه دارن، همونطوری که انتظار داری که قرض تو پس بدن همونطور با مردم برخورد کن، مخصوصا که این پولدارا نسبت به کسایی که یه مقدار وضع مالیشون هم بد هست یه خود گرگ صفتانه تر. حالا من بیادبانه نمیخوام اینجا صحبت کنم، برخورد میکنم. البته این دنیا دنیای آدم های خوب نیست، اینا میگذره، حالا بتازونن اسباشونو. قرار این که اینا حقیقته که نمیخواد بده، اما اون چیزی که داره عنوان میکنه چی و چرت و پرت. میخوام به شما بگم توی زندگی خودتونم به عنوان پدر و مادر، به عنوان معلم قرار میگیرید. دانش آموز میاد میگه آقا اینو من نفهمیدم، شما معلمید باید توضیح بدی، چرت و پرت بگی این مسئولیت داره. یا پدر مادر به بچه کوچیک، از همون کوچیکی دروغ گفتن رو دارن غیر مستقیم یاد میده. مامان برام بستنی بخر، دلت درد میگیره. آخه بچه با یه دونه بستنی دلش درد میگیره؟ خب اگه هر روز بستنی بخوره بله دلش درد میگیره، اما تو داره دل درد و به بستنی رفت میده، این دروغه. یا میگه بستنی نداره، اونجا داره میبینه یخچاله مغازه رو، میگه بستنی نداره. خب اون بچه کوچیکه، نمیاد که در مقابل شما علم بشه، بله اون استدلال کنه که اون بستنی هست. حکومت داره میکنی، دیکتاتوری داره میکنی، اینجوری رفتار نکن. در مورد موجودات فضایی هم شبیه کرونا داره برخورد میکنه. من چند وقت پیش به شما گفتم این کرونا بیماری هستش، در موردش درمان وجود نداره، بهبود علائمه.
و گفتم که خیلی چیزها درباره اون مشکوکه. اولا که اطلاعات درست نمیدم درباره منشأش، اختلاف نظره در مورد که واکسن چجوری عمل میکنه، از خیلی چیزا جزئیات نگفتن. چرا اینقدر واکنش های مختلفی تو بدن افراد داره؟ اینا رو چرا تشریح نمیکنن؟ ممکنه بگید که برای خودشون هم ناشناخته است. باشه، در مورد ما این یوفوها، باشه، پرنده ها و اشیایی که نسبت میدن به بیگانگان، خب اینا الان باقی مانده هاش در دسترسه، چرا عکسای مبهم و بیکیفیت؟ چرا عکسای فولشتی منتشر نمی کنن؟ چرا اطلاعات رو در اختیار رسانه ها قرار نمیدن؟ این سوال اول. سوال دوم، چرا الان کنگره آمریکا برای اولین بار رسما اومده در مورد این موضوع یه جلسه ای گذاشته؟ توی اون جلسه ادعاهایی مطرح شده، البته میگن چیز خاصی نگفتن که مثلا ثابت کنه همچین موجوداتی وجود داره، اما چیزهایی گفتن که بی سابقه بوده. میبینید همش مبهم. این مثاله اول تو ذهنتون باشه، طرف نمیخواد بدهیشو بده، این حکومت ها نمیخوان روشن کنن. میرسیم، یه مقاله توی سایت اسلیت خانم سارا اسکولز نوشتن. هر مقاله ای منتشر میشه اون اصول ابهام و زیر سوال نبردن دولت ها در نهایت، و من نمیخوام حالا تئوری توته رو خیلی توی همه چی بس بدم، اما توی این موضوع که بابا من یه مثلا کامنت میذارم تو بی بی سی، نه فوشی هست نه چیزی، من بشم بی بی سی چقدر تو ترسویی که مثلا این گروه واگنر رو میگی موضوع، اون گروه واگنر وقتی که در مقابل پوتین تو اون دو سه روزه واکنش نشون داد، این نوشت گروه مزدور واگنر مثلا پیشروی داره میکنن، گفتم بی بی سی ترسو جرئت نداری مثلا چیز کنی، من الان بلاک کرده. چرا چون به بی بی سی توهین کردم آزادی بیان انقدر؟ یکی دو مورد نیست، خیلی چیزها هستش که خود غربی ها درباره 11 سپتامبر، من راستشو بگم خودم اون زمان خیلی بدبین بودم درباره این که گروه تروریستی مثلا این کارو کرده زیر سوال بره، میگفتم این واقعیته، اما هرچی که داره میگذره بدبینیم نسبت به دولت مردا و اونایی که قدرت داره بیشتر میشه. بعدن دارم به یه جمع‌بندی میرسم که القاعده، طالبان، داعش، جمهوری اسلامی، عربستان، اصلا کل قدرت‌های جهان، حکومت‌های جهان یه تقسیم وظیفه‌ای کردن که این وضعیت وجود داشته باشه بمونه. چرا نمیان با هم دیگه توافق کنن در مورد خیلی از چیزهایی که میتونه مشکلات بشر رو حل کنه؟ بذارید من یه ذره جلوتر برم. توی این مقاله یه سری از نکات اومده مطرح کرده، من میخوام اینا رو ربط بدم به یه سری حقایق و واقعیت های دیگه. یه کلیپی من دیدم درباره یه لامپی بود که 100 سال پیش تولید شده بود، الان داره کار میکنه، گفتم بعد از یه مدتی چند ده سال قبل این صنعتکارهای بزرگ اومدن دور هم جمع شدن، گفتن چه کاریه که ما یه تولیداتی درست کنیم که تا ابد کار کنه، خیلی طولانی مدت کار کنه. توافق کردن روی تولیداتی که عمر معینی داشته باشه. همین نکته‌ای که اینجا الان مشاهده میکنید. چرا؟ مگه بشر نباید راحت زندگی کنه؟ قضیه حکومت کردنه. اون مادر و پدر بچه‌ای میخوان که مطیع باشه. حکومت مردمی میخواد که قابل کنترل باشه، کنترلش کنن. اون صنعتکار نمیخواد یه تولیدی داشته باشه و طرف بره دنبال این که از این
لوازم خانگیش استفاده کنه و کاری نداشته باشه. من یه مداد نوکی دارم مال 25 سال پیش، هنوزم داره کار میکنه، خوبم هست، اما مداد نوکی گرفتم جدیدن سری قیمتم بالا خراب شده. چرا چیزهای قبل اینقدر کیفیت داشتن و چیزهای جدید عمر محدود؟ اصلا بذارید درباره آیفون، درباره سامسونگ، درباره همه این نرم افزارهایی که نیاز به آپدیت دارن، نیاز به بروزرسانی دارن، هی نرم افزار روی نرم افزار، هی سخت افزار روی سخت افزار، همش در حال تغییر. ممکن بگه آقای رضایی پیشرفته، چرا شما اینقدر بسته نگاه میکنید؟ نه، ما رو به نداشتن آرامش معتاد کردن تا نتونیم خوب فکر کنیم. الان نگاه کنید، من نمیگم، ادعا نمی کنم که مثلا من به این رسیدم، ما چند وقت دانشمند و نظریه بزرگ و حتی تو خود ایران هم ما شاعر بزرگ و اینا نداریم. آیا هوشمون کمتر شده؟ استعدادمون کمتر شده؟ شعورمون کمتر شده؟ تو کل دنیا هم نگاه کنی سبک زندگی به سمتی رفته که مصرف گرایی و در لحظه زندگی کردن داره باب میشه. درسته یه سری از دانشمندا دارن کار میکنن، اونا از فضای روزمرگی دور هستن، اما اون چیزی که غالب هست تلاش و کار و فکر و ارزش ها نیست، مصرف گرایی و سطحی نگریه. شما اینستاگرام رو نگاه کنید، خودتون رو نگاه کنید، یک اعتیادی دارید به این که این اطلاعات موزاییکی که هر روز میبینید و ببینید. هیچ کس با وجود این همه کتابی که در دسترسش هست کتاب نمیخونه. این ولاگ های کتابخونی رو خیلی من اعتقاد ندارم صداقت دارن توش، پول میگیره که تولید محتوا کنه. اما در مورد این اطلاعاتی که به ما میدن در مورد اشیاء ساخت بیگانگان، اونها میخوان از این بهره برداری کنن، توجه جامعه بشری رو از بحرانهای واقعی دور کنن، بحرانهایی که خودشون ایجاد کردن. شما الان جنگ روسیه و اوکراین رو نگاه کنید، درسته روسیه یک کشور ظالم فاشیستی داره تجاوز میکنه به اوکراین، اما چرا اوکراین تقاضای، البته اوکراین تقاضا کرده، ولی چرا آمریکا کارو یک سره نمیکنه؟ 50,000 تا کشته، چرا؟ یا از این طرف نگاه کنید، چین، کره شمالی، روسیه یه طرف، ژاپن و کره جنوبی آمریکا یه طرف، بحران شبه جزیره کره همینجور ادامه داره. چرا کارو یه سره نمی کنن بشر به آرامش زندگی کنه؟ ممکن میگید آقای رضایی توی دعوای خانوادگی زن و شوهرم توافق ندارن، اما طلاق که میگیرن. خلاصه میخوام به شما بگم بحران هایی که برای ما درست میکنن واقعی نیست. اگر به ما میگن کرونا واقعیه، اما منشأش رو نمیگن، خودشون درست کردن، همون جوری که بحران های آب و هوا رو خودشون درست کردن، خودشون یعنی قدرت ها. تا وقتی که اطلاعات رو شفاف در دسترس ما نذارن، ما نمیتونیم مطمئن باشیم صداقت دارن. تو این مقاله‌ای که این خانم نوشته بود گفته بود دولت ها نشون دادن تا کنون چقدر مخفی کاری کردن، مثلا یه سری از اشیا پیدا شده گفتن آقا این مال هواپیما بوده، بعدن دیگه گفتن، حالا یعنی تو این اطلاعات هم ابهام دارن ها، که مثلا پرده پوشی میکنن، دروغ میگن، از دروغشون یه جور بهره برداری میشه کرد، از صداقتشون بعدی موقع هوس میکنن یه جور بهره برداری میشه کرد. خلاصه میخوام به شما بگم اینها حقیقت رو نمیگن، شما توی جامعه، توی نهادهای کوچکتر هم حقیقت رو نمیبینید، اما خودتون شروع کنید دنبال حق و حقیقت باشید. این مهمترین چیزی هستش که من میخواستم تو این کلیپ به شما بگم. امیدوارم که خودتون یک قسمتی از این جریان نباشید. ممنون.